سلام دوستان عزیز خدا رو شکر میکنم برای وجودتون برای اون کسی که هستید چون که خداوند شما رو همونطوری که هستید دوست داره و دوست داره که شما رشد بکنید و بیشتر به شباهت عیسی مسیح در بیایید و خداوند بتونه از شما برای جلال نام خودش استفاده بکنه همه این پروسهی که الان گفتم از جایی شروع میشه که ما کلام خدا رو میخونیم من خودم وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردم و به عنوان نجات دهنده پذیرفتم و رابطه شخصی من با خداوند شروع شد و نزدیکتر و بیشتر شد در سین نوجوانی بود و من اگه بخوام یکی از دلایل اصلی رشد روانی رو بگم میگم کلام خدا هر چقدر کلام خدا رو توجه کردم بیشتر میخونم بیشتر در تعمل میکنم تعمق میکنم بیشتر عمل میکنم بیشتر بازتاب میکنم میبینم که بیشتر دارم به شباط ایسای مسیح در میام وقتی دعا میکنیم که خدا من میخوام محبت من بیشتر بشه من میخوام بخشش من بیشتر بشه من میخوام فروتنتر بشم اینا به خودی خود اتفاق نمیفته بله ما باید تمرین بکنیم ولی ما احتیاج داریم به کلام خداوند و این کلام خداوند که در دست ما هست یا خیلی ها شاید با اینترنت این کلام رو میخونن نمیدونم ولی خدای کلام مهمه که در زندگی ما هر روزه باشه و مثل نانی باشه که این نان رو بخوریم و سیر بشیم و هر وقت که این نان رو میخوریم ما قوت میگیریم و این کلام انگار ما رو قوی میکنه تقویت میکنه و بعد ما میتونیم تمرین بکنیم در عمل اون چیزی رو که خوندیم رو و از کلام خدا شنیدیم رو به مرحله اجرا برسونیم و اگه فقط کلام رو بخوریم بخونیم اجرا نکنیم چاغ میشیم از لحاظ روحانی چاغ میشیم و مسیحیان چاغ خیلی زیاد داریم که فقط میخورند و اجرا نمیکنن عمل نمیکنن خدمت نمیکنن فقط اطلاعات میاد تو و این همه اراده خدا نیست پس من امروز میخوام خیلی سریع با هم در مورد کلام خدا صحبت بکنیم خداوند صحبت میکنه از همون اول خداوند اصلا آفرینش رو به کلامش شروع کرد خداوند گفت و شد خداوند میتونست فکر بکنه و بشه تعمل کرد و شد ولی نه خدا گفت و شد این گفتن خیلی مهمه حتی وقتی ما ایمان میاریم به عیسی مسیح کلام خدا ما رو تشویق میکنه که با صدای بلند این رو بگیم میگه هر کسی که در دل خودش ایمان میاره و به زبان اعلام میکنه اعتراف میکنه این شخص نجات یافته پس حتی نجات ما یه جورایی وابسته به گفته هست ولی برگردیم به پیدایش که خداوند گفت و شد هر وقت خداوند صحبت میکنه به انجام میرسه من خودم در زندگی خودم کلام خدا رو هر روزه میخونم و هر وقت که این کلام رو میخونم نمیخوام بگم هر روز این اتفاق میافته ولی هر از چندگاهی میشه که یک آیه که شاید صد بار خونده بودم این آیه انقدر پررنگ میشه که نمیتونم اصلا از این آیه بگذرم میخوام فقط روی این آیه تعمل بکنم انگار فقط میخوام این آیه رو بخونم باز بخونم باز بیشتر بخونم بعد فکر بکنم بعد ببینم چه کاری میتونم در زندگی انجام بدم بر حسب این آیه‌ای که خوندم این چی نشون میده این نشون میده که خداوند با من صحبت کرد از طریق این آیه صحبت کرد بعضی وقتا ما موعظاتی رو میشنویم که شاید یه جملهش شاید یه کلمش شاید کل موعظه به دل ما چنان میشینه که هفته ها بعضی وقتا ماهها، بعضی وقتا سال ها توی فکر ما هست و از یاد نمیبریم این نشانه چیه این نشون میده که خداوند از طریق اون موعظه از طریق کلامش با شما صحبت کرد یکی از دعاهای من چیزی که بوده و هست و امیدوارم همیشه خواهد بود این بوده که خداوند از طریق من صحبت بکن خداوند میتونی از طریق من صحبت بکنی و امروز خداوند قادر هست که با ما صحبت بکنه از طریق کلامش با ما صحبت بکنه از طریق روح القدس و نمونه های کوچیکی در این مورد میدم میتونه از طریق ما صحبت بکنه با دیگران از طریق رفتار ما میتونه صحبت بکنه از طریق گفتار ما میتونه صحبت بکنه از طریق کلام خدا در اکثر مواقع خداوند صحبت میکنه چرا که خداوند گفته و این گفتار خداوند هست اگه میخواید ببینید فکر خدا دل خدا کجاست کلامش رو بخونید و خداوند رو میشناسید و هر کس که او رو میشناسه عاشقش میشه و این گفتار این کلام روی شما تاثیر میذاره میدونید یک جایی هست در اعمال باب 13 برای من خیلی جالبه که خداوند چطور صحبت کرد دقیقا نمیدونم ولی انگار خداوند طوری صحبت کرده که برای همه واضح هست که این خداونده که داره صحبت میکنه چند آیه اول فقط در اعمال 13 است که میخونم میگه در کلیسایی که در انتاکیه بود انبیا و معلمانی چند بودند این پنج نفر بودن برنابا شمعون معروف به نیجر لوکیوس غیروانی منائن که برادر خانده هیرودیس حاکم بود و سولوس پس این پنج نفر از انبیا و معلمین در یک جا جمع شدن و میگه هنگامی که ایشان در عبادت خداوند و روزه به سر می بردند این خیلی مهمه که اگه میخوایم خدا صحبت بکنه باید گوشمون رو باز بکنیم ببینید من خیلی کم خداوند با من صحبت کرده طوری که در دعا باشم و صدای خدا رو از درون بشنوم. و مثلا من صدای خدا رو با گوش خودمون نمیشنم ولی با گوش درون با گوش قلب میشنویم من چند باری شده که خیلی واضح شنیدم این خداوند بوده انگار انگار این خداوند این خداوند صحبت کرد واضح خیلی واضح و من خودم در درون میدونستم که این خداونده این فقط یک احساس عجیب غریب نیست و بعد دیدم که واقعا خدا من بوده و زندگی من در این چند جا خیلی زیبا تحت تاثیر قرار گرفته که یکی از اینها دیروز بود که اتفاق افتاد توی زندگی من که خدا خیلی چیز ساده ای گفت و اتفاق افتاد چرا که یک زوجی بودن که از دست من ناراحت بودن به دلایلی و منم از دست این زوج ناراحت بودم به دلایلی و زیاد صحبت شد و این رابطه قطع شده بود و مدت طولانی بود که نیده بودیم همدیگه رو و من در زمان دعا بودم وقتی که احساس کردم که خداوند به من میگه برو خونه فلان شخص و من توی خودم فکر کردم که من دارم دعا میکنم خداوند آ... این چه احساسی بود چه فکری بود اومد توی ذهن من حتما یه فکری بود هیچی باز ادامه دادم به دعا کردن و باز همین صدا در درون سه بار خیلی خیلی قوی تا به که بار سوم انگار انگار خداوند میگفت که ببین دعا ول کن برو خونه اون شخص و من دوباره ول کردم رفتم خونه اون شخص همین که در باز شد دیدم اون زوجی که مدت خیلی زیادی بود نیده بودمشون و مشکل داشتیم با هم دیگه مشکل رابطه ای دیدم که اونجا نشسته بودم و من رفتم سریعا بغلشون کردم و صحبت کردیم عالی بود نتیجه همیشه عالی هست وقتی که خداوند صحبت میکنه ببین یه نمونه خیلی ساده بود که زدم تا بعدی که من حتی فکر کردم که این خدا نیست چون که مثلا موقع دعا که خدا نمیاد مثلا به تو بگی برو خونه فلان. اگه خدا صحبت میکنه خیلی چیز روحانی باید باشه خدا دیگه او را ابا خطاب کن ای سرزمین ما او یه چیزی باید بگی مثلا خیلی کلمات بزرگی باشه ولی نه خدا با من اگه میخواد صحبت بکنه من یه پسر خیلی ساده ای هستم شما دختر خیلی ساده هستی یه دل ساده داری، خیلی ساده با صحبت میکنه چرا که خدا میخواد با تو ارتباط برقرار بکنه طوری صحبت میکنی که خودت بفهمی که این من هستم و دارم صحبت میکنم و من میتونم بگم تقریبا دو سه بار در زندگیم شده که چنین واضح خدا من صحبت کرد تمام این دو سه چهار بار زمانی بود که من در دعا بودم وقت گذاشته بودم گوش رو باز کرده بودم بقیه صداهای زندگیم رو شلوغی رو بسته بودم که بتونم صدای خدا رو بشنوم پس یه نفر میگفت که چرا خدا صحبت نمیکنه من گفتم خدا صحبت میکنه ما گوش نمیکنیم ولی در اینجا میبینیم که در دعا بودن و روح القدس گفت برنابا و سولس رو برای من جدا سازید و به جهت کاری که ایشان را بدان فراخواندن بفرستید و بعد میگه اون سه نفر دیگه برای پولس و برنابا دعا کردن و اون رو فرستادن پس چقدر زیباست که ما در حضور خدا باشیم و این تمرین رو داشته باشیم که از خدا بشنویم و اطاعت بکنیم و صدای خدا رو گرچه خیلی وقتا میتونه با احساس ما قاطی بشه تشخیص بدیم صدای او رو ببینید وقتی که خداوند صحبت میکنم نتیجهش عالیه زیباست گرچه حتی شاید بعضی وقتا اشتباه بکنیم شاید احساس ما باشه ولی با این وجود میخوام شما رو تشویق بکنم که هر روز وقتی رو بدید که شما صحبت نکنید فقط در سکوت باشید و به کلامش فکر بکنید بعد از خوندن و دعا بکنید خداوند با من صحبت بکن خدا شما رو برکت بید.